سلام و وقت بخیر. با آخر خط خوش آمدید. خواسته های جهان برای برقراری آتشبس فوری در غزه، چرا رژیم اسرائیل به این خواست ها تن نمی دهد؟ در ادامه نگرانی ها از جنایات رژیم اسرائیل در نوار غزه، نماینده چین و فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل خواستار یک آتشبس فوری در غزه شدند. نماینده چین گفته که آنچه در غزه اتفاق می افتد یک بحران انسانی است و از شورای امنیت نیز خواسته تا قطعنامه ای را تصویب کند که به وضعیت انسانی در نوار غزه بپردازد و آن را ضروری دانسته است. نماینده فرانسه نیز گفته که یک کنفرانس بشردوستانه در پاریس سازماندهی خواهد شد تا کمک ها و ورود آن به غزه را هماهنگ کند. در سوی دیگر آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید که کرانه باختری و قدس نیز به نقطه جوش رسیده است. او تاکید کرده که در جنگ غزه تا کنون 89 کارمند سازمان ملل نیز کشته شده که این در تاریخ این سازمان بی سابقه است. گفتنی است که در 32 روز جنگ غزه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه همچنان ادامه دارد و بمباران مناطق مسکونی از جمله بیمارستان ها، مکتب ها نیز از جمله اهداف صهیونیست ها به شمار می رود. در کنار این، آژانس امدادگر و کار سازمان ملل متحد می گوید که به طور میانگین در هر 10 دقیقه یک کودک در غزه جان خود را از دست می دهد و 2 کودک نیز مجروح می شود. حال پرسش این است که چرا جنایت رژیم اسرائیل را در غزه پایان نیست؟ نهادهای حقوق بشری و کشورهای مدافع حقوق انسانها چرا مهر سکوت بر لب زدند؟ تا چه زمان انسانهای بیگناه در فلسطین کشته خواهد شد؟ و آیا به این زودی ها آتش بس برقرار و جنگ متوقف خواهد شد یا نه؟ این و چند پرسش دیگر را از مهمانان شریک در بحث میپرسم. مهمانان من در این برنامه آقایان هر یک محمد سلیم پیگیر، رئیس حزب متحد فکری افغانستان، مولانا عبدالجبار سانگزی آگاه مسائل سیاسی و همچنان قاضی نجیب الله جامعه استاد دانشگاه با ما در این بحث و در این برنامه است. مهمانان عزیز تشکر که در این بحث و برنامه حاضر شدین. میخوایم بحث را با آقای پیگیر آغاز بکنم. پیگیر صاحب، حالا خواست‌ها برای آتش بس فوری شماری از کشورها تاکید دارند و حالا به زودترین فرصت چین و فرانسه خواهان ازی است که آتش بس فوری برقرار شود. فکر میکنین که چین و فرانسه بتوانند آتش بس را در غزه برقرار کنند؟ سلام خدمت شما محمدی صاحب، استانگزه صاحب گرامی، جامعه صاحب عزیز و بینندگان عزیز تلویزیون شما. ببینید، تا بال بیشتر از 10,000 فلسطینی های بیگناه کشته شده. 10,000. 4,000 از او اطفال محسوم بیچار است. حالی که آتش بس شده چی؟ تو غزه دیگه چیز نمانده. همی سازمان ملل متحد ادعا داره که 104 کارمندش کشته شده، ولی همه گی مهر خاموش. در تاریخ 70 سال کدام قطعنامه شورای امنیت یهودی ها پذیرفتن که ای بار بپذیرن؟ ما کمیشه گفتیم این حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق زن، حقوق اطفال، این کلش روی کاغذ است. اگر در فرانسه صرف بر فرانسوی هست، حتی افغانی که وجه پاسپورت داره بر از اون نیست. اگر در امریکا هست، با موی انگلیس هست. او افغان، او مسلمانی که در وجه زندگی میکنه، او از حقوق بشر و این گفا اصلا بر از اون نیست. اگر می بود 20 سال افغانستان رو بمبارد کرد، کجا بود حقوق بشر؟ و امروز یک ماست که اسرائیل بیرحمانه از بزرگترین سلاح ها علیه مردم مسلمان فلسطین استفاده میکنه و وزیر خارجه امریکا میره میگه من من حیث وزیر خارجه نامدیم، من حیث یک یهود آمدیم در پالیتان استاد است. و همه تو تمام وزیرای عضو کشورهای ناتو رفتن در پالوی اسرائیل استاد شدن. یکیش از حقوق بشر، حقوق زن، حقوق اطفال یاد کرد که نکردن. ولی افسوس به این مسلمانای مسلمان نما که عرباس میلیاردها میلیارد دلار در جیبای خود میگردانن، ولی یکیش من حیث مسلمان نرفت در فلسطین که من حیث یک مسلمان در پالوی شما استاد هستم.
نکرد. بله، چرا نکردن حالا کشورهای اسلامی تا هنوز هیچ واکنش نه اگر نشان داده به او صد نیست که حالا آتش بس شد و جنگ متوقف شد. ببین، این کشورهای اسلامی که ما همیشه گفتیم باور کنین، یکیش اسلامی نیست. کل از یه وابسته به مو یهود و نصارا و امریکاست. حتی سعودی، حتی عربستان سعودی، اینا همش وابسته. ترکیه که لاف میزد، پتاق میزد که من تو میکنم، خاموشش ده. دهی نمیشه که صرف تقبیه، او کشته میره یا تقبیه میکنه، او کشته میره یا تقبیه، 70 سال است. و این بعضی که حالا شما تحلیل کردن ترگی بهیر صاحب، فکر میکنن که گروه حماس نابود شوه و غزه هم به زیر بمباران صهیونیست ها حالا تمام شوه؟ تقریبا شده. کدام تعمیر جور اوجا نمونده دیگه. تو خدا فکر بکنین، 10,000 انسان بی طرف بی گناه کشته شده. چقدر که کشته شده؟ امریکایی ها، فرانسوی ها یک نفر در یک کشور کشته میشن، قیامت مندازن. شما ندیدید 2,800 نفر خودشان در دو تعمیر در امریکا کشتن، خودشان پلان کردن، خودشان کشتن. 20 سال میلیون افغان کشتن، میلیون عراقی را کشتن، میلیون سوریایی را کشتن، میلیون لیبیایی را کشتن سر دو تعمیر خود. 2,800 نفر که وام خودشان پلان گرفتن، این نیه که در اوجه مسلمان دزداشته باشن. ولی امروز 10,000 فلسطینی و گفتم 4,000ش اطفال معصوم کشته میشه، حوزه و شور نمیخوره. همگی ما جلسه شورای امنیت میگیریم. چرا در مورد افغانستان جلسه شورای امنیت گرفتین؟ ظرف 24 ساعت تصمیم گرفتین که باید حمله شوه بالا. چرا بالا اسرائیل نمیشه حمله؟ چرا در 70 سال بالا اسرائیل حمله نشد؟ کجا بود شورای امنیت؟ یک قطعنامه صادر میکنین او اسرائیلیا اصلا او رو نمیخوارن که دم پلق میزنن. چرا در 70 سال؟ و چرا امروز همه کشورهای اسلامی کلش از سازمان ملل متحد است؟ چرا در شورای امنیت نمیگه ما مثل افغانستان واره میخواهیم فیصله میکنیم قوت های تحت رهبری سازمان ملل متحد برای از مردم فلسطین دفاع بکنن؟ چرا این کار نمیکنه؟ ممنون، برمیگردم با شما پیر صاحب. بسیار تشکر. سانگزای صاحب، نور کشورو نغواری ساعتش بس وسی، شورای امنیت هم په پټه خوله ناسته، سازمان ملل هم اول ته اسرائیلیان بمبارد کوي او بیگونه خلک وژني، ښځې وژني، ماشومان وژني، ولی تر اوسه پورې اوربان نه ده سوی. او فرانسه او چین اوس غواړي څه اوربان وسي. تاسو په تحلیل کولی سي فرانسه او چین دې جګړې ته توقف پیدا کړي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته پیګر صاحب ته، جامع صاحب دې ته، او محترم اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لومړی له هر څه نه د فلسطین شهیدانو ته دعا کوو چې الله جل جلاله دې دوی جنت فردوس نصیب کړي، او پروردګار عالم دې په فلسطین کې مجاهدین په خیر سره کامیاب کړي، او د صهیونیستي رژیم منګولې دې الله جل جلاله نور د فلسطین نه قطع کړي. محترمه، د تا د سوال په جواب کې به زه دومره ووایم چې کله د امریکایانو په 11 سپتمبر کې یو بلډینګ وران سه، پاوران ملل متحد دا پریکړه وکړه چې دا کار چا کړی ده، او قدم یې راواخیسته په افغانستان چې په افغانستان کې اسامه بن لادن ده، او دا کار هغوی کړی ده. سره له دې نه چې په دې تعمیر کې 3,000 نفره یهودیانو چې کار کاوه په دې ورځ نه و راغلي، ټول غیر حاضر وه. که دا کار دوی په خپله نه وای کړی، او یهودیانو په دې کې لاس نه لرودی، او افغانستان یې هغوی ته ورپنخه کړی نه وای، نو زه داسې فکر نه کوم چې داسې پریکړه دنیاوالو کړې وه. خو دا د یهودیانو او په څنګ کې ورسره د ملل متحد یوه مشوره وه. موږ په بار بار باندې لیدي له دغه میز نه چې ملل متحد داسې یو غونډه ده، یا داسې یوه موسسه ده، یا داسې یو سازمان ده چې همیشه د اسلام په ضد باندې کار کړی ده، او کفارو په نفع باندې کار کړی ده. موږ وایو چې ملل متحد
کله چې افغانستان کې په خیراتو په ودو او په مظلوم خلکو په اطرافو کې بمبارونه کېدل یو ورځ موږ ونه اوریدل چې ملل متحد بیرغ جګ کړی او ویلي چې په افغانستان کې او امریکایان ولې داسې جنایت کوي ستانګزای صاحب اوس چین او فرانسه غواړي چې فوري قربان شي دې خبرې ته تر ازم ډیر رول چې لري په ملل متحد کې هغه يهوديان او امریکایان دي او اوس جنگ هم په ګډه باندې روان کړی دی او ان شاء الله چې د حماس مجاهدین په فلسطین کې کامیابیږي او برای به د دوی په برخه متاسفانه کښې سختمان جوړ نه دی چې ساختمان به وران سوی کابل هم همداسې وران که خو تر اخره پورې چا خوسې نه کړه زه داسې وایم چې مجاهدین هلته برای مومي خو متاسفانه کشکې دا جهاد له نن 50 کاله مخکې فلسطینیانو شروع کړی وای همدقسې یهودیان ځبلي وای لکه دا یوه میاشت مخکې چې وځبل ما منګه باندې چې امریکایانو تجاوز په افغانستان وکړه او ما به همیش به مجاهدینو ته ویلې چې جنګ زر شروع کړي چې دوی بیا خپل سنگرونه جوړي بیا موږ دونه کار نسو پې کولی که د موږ جنګ د امریکایانو په مقابل کې په 2000 کال کې مسلسل دستي فورا شروع سوی امریکایان به په 2011 کې دې ته اړ کېدل چې له افغانستانه وبوځي متاسفانه موږ د ابقچنۍ جای نه وه او د ابقچنۍ جای هم چې وه هغه عوام یې له موږ سره ښه وه او حکومت یې له موږ سره منافق و په یوازې دې چې موږ ته لاس راکړي موږ به یې نیولو او راسن به امریکایانو ته په لاس باندې ورکولو که چیرې موږ داسې یو هیواد لرو دی چې په واقعیت شکل باندې له موږ سره ملا تړلې وای امریکایانو یهودیان په 2011 کال کې له دې ځای نه وتل خو اسرائیل او پاکستان خو په یو کال مخکې یو کال وروسته جوړ شوي چې دا یې د عجمو دپاره جوړ کړی ده او اسرائیل د عربو دپاره جوړ کړي دي او د عربو دپاره غیرتي قوم چې ده هغه فلسطین ده او د عجمو دپاره غیرتي قوم چې ده هغه افغانستان ده زه داسې وایم چې په عربو کې فلسطینیان ان شاء الله تعالی اسرائیل او امریکایان بالته نابود کیږي شکست بخوري او په عجم او کې ناتو د توان او قدرت سره سره زه موضوع تر ازم چې اسرائیل په اوګه کې ولاړ د غواړي چې جنگ وکړي زه د تا د اسوال تر ازم چې فرانسویان او چینایان کولای شي چې دا کار وکاندي چې جنگ هلته بند کاندي زه داسې وایم چې فرانسویان هم د یهودانو لاسپوڅي دي هغوی همیشه چې امریکایانو چېرته په کوم اسلامي ملک باندې تجاوز کړی ده دوی یې په څنګ کې درېدلي دي او امریکایان همیشه له فرانسویانو سره درېدلي دي چینایان څه دي چینایان ډېر دي عدد یې ډېر ده پرېکړه یې قاطع نه ده زه نسم ویلی چې د چینایانو په خوله به امریکایان وکړي که به یې ونه کړي په سیاسي لحاظ باندې هم چین له امریکا سره جوړ نه ده زه داسې وایم چې د حماس مجاهدین خپل جهاد ته دوام ورکړي ان شاء الله کامیابیږي به او د اسلام دپاره او د مسلمان دپاره صلاح چې ده قوي هغه د مسلمانانو دعا ده چې مسلمانان دعا په باره د فلسطین کې وکړه او د عربو بغیرتي چې نن د عربو ملکونو مشرانو بغیرتي اختیار کړې ده غیرت ځان کې پیدا کاندي همت ځان کې پیدا کاندي د فلسطین له خلکو سره ودرېږي مالي کومک ورسره وکړه نظامي کومک ورسره وکاندي او قاطع پرېکړه وکاندي او د ملل متحد نه ټول عربان خپل سفیران بیرته خپلو هیوادو ته وغواړي دغه یوازینی کار ده هغه خو کفار دي فرانسویانو حالا تحلیل شما چی است؟ آیا آقای سانگزی به این باور است که حالا دعا شود و همچنان گروه حماس یا مقاومت فلسطینی ها ادامه پیدا بکنه و اسرائیل را شکست بده؟ با وجود از اینکه 32 روز شده همیشه بمباران حتی شفاخانه مکتب ها از سوی اسرائیل ها بمبار شده در فلسطین در غزه تحلیل شما چی است؟ آیا میتونه که حماس پیروز شود؟ تشکر برز سلام و احترام به شما ایگر صاحب عزیز و سنگزه صاحب گرامی و بیندگان محترم بحثی هستم که مسئله یا قضیه فلسطین از نگاه اعتقادی بحث جهان اسلام و امت اسلامی هستم و جزء منافع ملی و اعتقادی همه مسلمانان در جهان اسلام هستند و اکثریت به اجماع شورای اسلامی از مسئله فلسطین و حتی شورهایی که دای انسانی دارن مثل چند وقت پیش کشور آفریقای لاتینی آمریکا و یک کشور تازه آفریقای جنوبی سفیر خود را از اسرائیل فراخوان و به شمول بولیوی که اعتراضات جدید داشتند برخلاف کشورهای اسلامی و کشورهایی که با اسرائیل رابطه استراتژیک مثل ترکیه و امارات متحده عربی و اردن دارند
ما به باور هستم که تا وقت که قرارداد ابراهیم که تقریبا به عنوان معامله قرن و معامله شرم مشهور هستن ای پابرجا باشن و کشورهای اسلامی بر اساس منافع خیلی کوچک ملی و قراردادهای استراتژیک و بدون اینکه از مردم خود نمایندگی کنه، احساسات مردم خود، ارزش‌های مردم خود و ثبات منطقه در نظم جهانی، این ممکن نیستم که مسئله فلسطین حل شود. و اماس اگر چه اماس زحمت میکشه، مجاهدت میکنه و از وقت که ایجاد شده در سال 1989 تا به امروز از اما از فلسطین و ملت فلسطین به شمول حزب فتح نمایندگی کرده، ولی اجماعی که در جهان اسلام به شکل بگیره قوت و اقتدار که جهان اسلام است و باید در پشت سر مسئله فلسطین اقصا و مردم مظلوم غزه قرار بگیره، بعد بخانه که از هم پاشیده مسائلشان خیلی کوچکی سیاسی ملی اجمالی منتقبی امریکا در پهلوشان منافع استراتژیکی کشورها که در خلاف یک دیگر قرار دارند، مثل منافع جمهوری اسلامی ایران و سعودی عربستان، مثل منافع امارات متحده عربی و مصر، مثل منافع ترکیه و کشورهای دیگر اسلامی دیگر. ما به باور هستم که جهان اسلام به یک خانه‌تکانی بزرگ و یک موازی قوی و قاطع هم از نگاه انسانی، هم از نگاه اسلامی و هم از منافع و ثبات منطقه‌ای دارند. امریکا و متحدینشان در قضیه اخیر عفو اکتوبر غزه و اسرائیل یک موقعگیری جدی کردن. شما اگر سران اتحاد اروپا را پیش روی پارلمان اروپا ببینید یا فرانسه، انگلستان، ریشی سوناک و به شمول امریکا که بلینکن تقریبا در 3 هفته نیز 30 بار سفرشان است که به تل ابیب میره، به منطقه میره، ملاقات ها و جلسات مهمی را برپا می کنند و حتی کشتی های جنرال فورد امریکا به مدیترانه آمدن در کشوری تقریبا منطقه حضور فراوان نظامی سیاسی دارن و از اسرائیل یک حمایت قاطع و مجانبه سیاسی نظامی و اقتصادی کردن. ای الان اگر متناسب و به مقیاس جهان اسلام و کشورهای مهم جهان اسلام قرار بیتین به شمول پاکستان، بل وقت که جهان اسلام در این مسئله هیچ واکنشی حتی نداشتن که او چرا واکنش نداشتن آقای جامعه؟ حالا چرا؟ کمی وضاحت دادم، اول وضاحت یه هستن که بل وقت که شورهایی که در اوزه جهان اسلام خصوصا در اوزه رهبری جهان اسلام وجود دارن و با هم مخالفت های جدی دارن، مثل ایران، ترکیه، سعودی عربستان، پاکستان و کشورهای بشمول مصر. دوم بحثی هستم که کشورها را از ملتهای خود نمایندگی کرده نمیتونند. بر اساس معاملات و سازش‌های استعماری و جنگ سرد شکل گرفتن، مثل حکومت مصر والی، مثل حکومت سعودی عربستان والی که حتی تازه در یک اقدام حساب اجری قمری را از سرنامه خود دور کرده و بجایشان اما تقویم میلادی برقرار کردن. یعنی خود عربستان سعودی با اقداماتشان در یک تشنج افراطی قرار دارد. در پهلویشان امریکا تقریبا هیگ وزیر خارجه پیشین امریکا چند سال پیش گفته بودن که اسرائیل کشتی هستن که هیچ انسان امریکایی دو سوار نیستن، ولی منافع امریکا را تامین میکنن و امریکا بازی سپاس چون از نگاه امنیتی ملی، چون از نگاه منطقه مهم. تشکر آقای جامعه. آقای پیگیر، حالا فکر میکنین که آتش بس به زودی رخ بده و جنایاتی که اسرائیل ها مرتکب شده در غزه کی پاسخگو باشه؟ حالا جواب 10,000 کودک و زن و همچنان بیگناهی که در نوار غزه شهید شدن کی پاسخگوست؟ ده 70 سال که پاسخگو بود که امروز باشه. میلیون ها فلسطینی آواره است و در طول 70 سال میلیون ها کشته دادن. کی جواب از وارد داده؟ و چرا جواب شده نبیده؟ سوالی چیست؟ چرا جواب شده نبیده؟ آیا جامعه عرب که 23 کشور عربی را امریکا مصرف قوای مسلحشان میده و
در مقابل امریکا چیز گفته میتونه، در مقابل اسرائیل چیز گفته میتونه. ببینید ما صحبت های امی جو بایدن از سال 1983 در یوتیوب است، بشنم در مورد اسرائیل چی میگه. اسرائیل یگانه کشور است که منافع امریکا را در باختر تأمین کرده. میگه اگر اسرائیل نمی بود ما یک اسرائیل ساختگی جور میکردیم. بنان این کشورهای عربی که مصرف قوای مسلحشان امریکا میده یا علیه اسرائیل علیه امریکا صدا را بلند کرده میتونن؟ هرگز نه، هرگز نه. تنها تنها دمی جنگ شما حتی دیدین که حزب الله لبنان هم از جنگ صرف نظر کرد با مو کش فش که داشتن مردم فلسطین تنها گذاشتن. و ما باور دارم شما می پیام های خانم های فلسطینی اطفال فلسطینی را اگه بشنوید اونا اکثریتشان از زبان ها نام میبرن، میگه افغان ها احمد که شما ناتور شکست دادین میتونین که یهودی ها را هم شکست بدین. ولی افسوس که ما نه با فلسطین سرحد داریم نه تیاره هایی داریم که انتقال بتیم افغان ها را، و تعهدات هم که امارت اسلامی داده که ما از خاک افغانستان یه جای تهدید نمیشه، همه گی دست پای کلگی را بسته کردن. ولی اگر نی افغان ها این پیروزی رو به مردم فلسطین ارمغانت می آوردن و جهان از این می ترسه و کشورهای همسایه که چهار طرف فلسطین هستن مثلا مصر یک کشور بزرگ، شما دیدین که حتی مهاجرین اجازه نداد، حتی مردمش که تظاهرات کرد پلیس بالای زنا فایر کرد و تظاهرات مردم نموند. و شما چی آرزو دارید؟ و بعد از این که مثلا ببینید هیچ امریکا فقط وقت کشی میکنه، اسرائیل کشته میره امریکا جلسه گرفته میره، اسرائیل کشته میره امریکا جلسه گرفته میره. این وقت کشی است، برای زو وقت داده میره کشته برو. ما این کل عربا را مصروف ساختیم در جلسه داده، ترکیه مصروف، مصر مصروف، امارات مصروف، عربستان مصروف، ششتم که کی بلین اومیه وزیر خارجهش یک چکر میزنه باز میره اسرائیل بمبارد کده میره کشته میره. یکی صدای خود نمی کشه، یکی حاضر نیست که به هر این جلسه تو مچه. حالا کی باید صدا را بکشه آقای پیگیر؟ ببینید در اینجا اگر راست پرسوال بکنید مسلمان ها 2 میلیارد هستند، خصوصا نمی کشورهایی که چهار طرف فلسطین افتادن عرب ها. ببینید اسرائیل در نقطه است، هر کشور عربی است افتادن، ولی مصروف عیاشی. امروز ما باور دارم اگر دمرای اسرائیل نگیرن این میرسه، اینا به نوبت ششتن، والله اگر مصر تبانه یا عراق تبانه یا عربستان تبانه آیستا آیستا میهه طرف دامنه درگیری ها به تحلیل شما الان کشانده خواهد شد به سوی مصر. درگیری ببینید اگر کس مرد می بود خود درگیری میکردن. این تیارهایی که از F-16 و F-18 از امریکا میخرین به کدام روز؟ به روز مباداست؟ به کدام روز است؟ چرا سلام میخرین؟ هر سال عربستان 100 میلیارد دلار سلام میخرین. حالا که درگیری نیست بگیر صاحب چی عنوان میتینم این مسئله را؟ پیشروی؟ پیشروی کجا؟ پیشروی اسرائیل به سوی کشورهای دیگر. ببینید خب اسرائیل سال 1948 ببینید و حال را ببینید. شما میفهمید مساحت غزه همین فلسطین 65 کیلومتر است، درازیش 10 کیلومتر درازیش برش است. شما چی میخواین دیگر؟ این دفعه این تکان خلاص میشه. بعد از او مصر متوجه باشه این امت که فلسطینی ها را کشت اون امت نوبت شما میرسه، اون امت عربستان هم منتظر باشه، اون امت کشورهای دیگه که چهار طرف شان است. تکرار میکنم یک بار نقشه را ببینیم
ده سال 1948 اسرائیل در کجا بود؟ ببینید اسرائیل چگونه ایجاد شد؟ وقتی که یهودا داخل فلسطین بودن 70,000 نفر بودن، فلسطینی ها مسلمان ها 700,000 نفر بودن. ممنون، برمیگردم پیگیر صاحب. و هیره از کل دنیا جمع کردن یهودا را اوجا آوردن، مردم صاحب اصلی که فلسطینی ها بودن از خاک خارج کرده رفتن، خارج کرده رفتن. و این روز بعد ما باور دارم بالای عربستان برمیگردیم پیگیر صاحب، باشم منتظر باشان با نوبت نوبت کلش میرسه. تشکر سانگزای صاحب. ده غزه په جنگ کې او دلته څه دونه جنایات سوي دي د اسرائیلیانو لخوا، اوس مسلمانان او اسلامي ټولنه صف چیرته ده او څه وخت به متحد او متفق سي؟ جناب، د اسلامي ټولنې خو یو کنفرانس په جده کې جوړ کړ، د سعودي حکومت په جده کې یو د عیاشۍ مرکز شروع کړی ده، په مغه باندې مصروف دي او مسلمانانو فلسطین دا تریر ده محمد بن سلمان نه د فلسطین په باره کې حکامونه لري خلک مسلمانان اسلامي صفت مسلمانان اسلامي کنفرانس راغی، به نتیجې بیرته لاړ. دا نه 50 ممالک اسلامي چې راټول شوي، دوی کوم غیرت وکړ، کوم همت وکړ د فلسطین مسلمانانو سره؟ مونږ خو وایو چې انما المؤمنون اخوه، ټول مؤمنان ورونه دي، د فلسطین خلک خوڅېدي دي، مونږ ورونه دي، افغانان دي، مونږ ورونه دي، ټول دنیا دي، عالم اسلامي مسلمانان دي، مونږ ورونه دي. یغو په مقابل کې فقط صرف مونږ همدا کو ناری به و چې فلسطین اسرائیل دی جنگ بند کاندي، او اسرائیل دی جنگ امریکا دی جنگ بند کاندي، دوی باندې خو نه کیږي. ملاوی باید وتړي، غیرت باید وکاني. څنګه ملاوی وتړي؟ ستانګزای صاحب څنګه غیرت؟ زه وایم چې په څنګ کې د فلسطین لبنان پروت ده، لبنان که غیرت لري، همت لري، واقعا مسلمانی او حزب الله مسلمانی، فورا د اسرائیل باندې جنگ شروع کاني چې فلسطین په مسلمانانو باندې آرامي راسي. په څنګ کې سوریا پرته ده، فورا د جنگ شروع کا، کوم منافقت نه کوي. مونږ داسې خبرې کو خلک نه واورو چې والا د هغه څه ده، ایران څه ده، دا له اسرائیلو سره پټې رابطې لري، له امریکایانو سره هم پټې رابطې لري، دا کوم هو چې دوی اچولی دا ټول دروغ دي. نو که د فلسطین په جنگ کې دوی همت ونه کړه، غیرت یې ونه کړه، هغوی سره همکاري ونه کوله، دا په واقعیت بدلېږي. بیا به مونږ پوه شو چې واقعا ایرانیان د اسرائیلو خلک دي او د امریکا خلک دي. دا له مونږ له ډېر وخت نه اورو. اوس چې کله دوی اول کرت باټې وویلې او دا ویلې چې زه د هغه چا لاسونه مچو کومه چې هغه د فلسطینیانو لاسونه مچو کومه چې اسرائیل یې ووزل، او بیا وروسته قرار کېناسته، د هغه جا مجاهدین یې هم همتداره کړي وو، د نړۍ مسلمانان یې هم همتداره کړي وو. که ایران غیرت کړی وای، کېدای سي بل اسلامي عربي ملک هم یو غیرت کړی وای، دستي یو جنګ په اسرائیلو باندې شروع کړی. په څنګ کې مصر ده، سیسی خو معلومه خبر ده چې کله مرسي په شهادت ایران موقفش واضح است. سانگزای صاحب، د ایران موقف واضح ده. دغه نور ټولنه مثلا هیواد اسلامي هیوادونه په شمول د سرپرست حکومت څه مسؤلیت لري؟ زه داسې وایم چې د مونږ هیواد ټوټه ټوټه کړم کړم ده، متاسفانه. کاشکې مونږ له فلسطین سره سرحد لرودای، دا یوه موضوع. د مونږ په مابین او د فلسطین په منځ کې ډېر عربي ملکونه پراته دي، او ځان ته ډېر غیرتي خلک وایي. ایران هم سرحد نه لري. زه داسې وایم چې اوس هم مونږ افغانان که امارت اسلامي او مشرطابه اجازه ورکړي، باید مجاهدین دغه ځای د غزا دپاره لاړ شي. هغه مجاهدین چې هغه جهاد کوي او ځي، هغه ځای ته که امارت اسلامي مشرطابه اجازه ورکړي، باید لاړ شي. د نورې نړۍ مسلمانان باید لاړ شي. مالي کومک له فلسطین مجاهدینو سره وکړه، زمینی کومک ورسره وکړه، اقتصادي مرستې ورسره وکاندي، او څنګ په څنګ کې ودرېږي په مقابل د اسرائیلو کې. خو لومړی له ټولو نه عربي ممالک باید دا غیرت وکاندي، دا همت وکاندي. همدې افغانانو ته د سبا زمینه مسایه ده، که لار دې ورته خوشې کاندي چې سبا جوپی جوپی افغانان د فلسطین د خلکو دپاره. مونږ خو غیرتي ځان بل، مونږ خو غیرتي یو، واقعا افغانان غیرتي دي. ما درته ویلي په دنیا کې په عربو کې فلسطینیان غیرتي خلک وختل چې اسرائیل او د امریکا په مقابل کې جنګیږي، او په عجمو کې افغانان غیرتي دي چې هم یې انګرېزان مات کړه، هم یې روسان مات کړه، او هم یې امریکایان مات کړه. امریکایانو سره افغانانو جهاد ونه کړ، جنګ یې ورسره ونه کړ. هره ورځ پیدایانو او استشهادیانو د هغوی په ټانګو پسې را ورونه ختل، او د هغوی ټانګونه د ورځې لاسو شلو سل نالو زول. جهاد یې وکړ افغانان
افغانانو غیرت وکاو او ډیر همت طالبان وکاو چې په 2000 شپږم وم 15 کال کې جهاد شروع وکاو الحمدلله په 2020 کال کې جهاد کامیاب شو. هغه به غیرت خلک چې امریکانو په څنګ کې ولاړو او پټه امرسته نه کوله هغه هم به غیرت و خو ډیر د مسلمانانو د همدې حکومت چې جمهوریت کې و چې مسلمانانو ته لاس ورکاو همت ورسره کاو. زه یقین لرم چې یو چې دا جنرالانو طالبان و مجاهدین و سران کاری کرده جامعه صاحب، حالا چرا جنایت رژیم اسرائیل حالا متوقف نمیشه و فکر میکنین که بزودی آتش بس رخ بده؟ در این مورد های در اواخر صورت گرفته و خصوصا سفرهای وزیر خارجه آمریکا بسیار مهم هستند. تلهای نزدیک به روزنامه های صهیونیستی و لابی یهودی در امریکا را نشان میدهند و تحلیل های به طرفی نزهای مدار جهان اسلام که تقریبا کشورهای مهم عربی که در شورای خلیج جمع شدن و شورای خلیج را از نگاه نظامی و سیاسی اقتصادی را ناتوی کوچک یا ناتوی خلیج میگویند، اونها به باور هستند که حماس باید کوبیده شود و هدفشان هستند، دو هدف دارند، سه هدف. یک هدفشان هستند که اما رابطی که اینها با اسرائیلی ها عادی میکنن از شرم زمانه خلاص میشن و ننگ زمانه که در جهان اسلام حماس و حرکت های بیدارگر اسلامی در این مورد کار میکنن ایرا پایین میورن. و بحث دومی هستن که از حماس تقریبا ترکیه و در کل جمهوری اسلامی ایران حمایت میکنن، هدف ایشانی هستن که با کوبیدن حماس دستی جمهوری اسلامی و گروه هایی که از نگاه استراتژیک و عقیدتی و فکری و یا سیاسی با ایران تقریبا نزدیک هستند، اینها باید کوبیده شوند که حماس جزء از این هستند و اینها باید باور هستند که کوبیدن حماس دست کم کردن جمهوری اسلامی هستند. بحث سوم یا هستند که منافع کشورهای عربی در تقریبا از نگاه هویت اسلامی، بیدارگری اسلامی و نظام سیاسی اسلامی، یعنی اسلام سیاسی را دایشان هستن و در کشورهای عربی حوزه خلیج پارس مشکلی را برای این حکام مستبد دیکتاتور و معاملگر و سازشکار به وجود میارن و این گروه ها در عربستان و سعودی بالاتر از 90% محبوبیت مردمی دارن و حتی در کل حوزه کشورهای عربی چون ملت های مسلمان هستند، با احساس هستند، با فلسطین، اقصا و همه دایه های جهان اسلام احساسات نزدیک عقیدتی دارند، اینها را میخواین پایین آورند تا با مسائلی که از نگاه سیاسی استراتژیک با غرب و کشورهای که در حوزه داخل هستند به یک سازش دراز مدتی برسند. این مسائلی هستند که نمیخواین مسئله جنگ اسرائیل متوقف شوند. برای اساس ما شما هیچ ندیدیم و نمیبینیم و هیچ ای توی یک برای نظر وجود ندارن که از ریاض، از ابوظبی، از عمان یا مصر از این کشورها گفته شده باشد که مثلا این جنگ باید متوقف شود. فما میگوین که یک آتش بس شود، یک جنگ طوری شود که اینها اگر ما کمک های خیلی ناچیزی بشری به این غذا بیرسانند. شون اگر شما در یک دیدی تاریخی ببینیم غزه دو اینجوری داره، دو مرز زمینی و آبی دارن که یک با اسرائیل هستن و یک رفح در مصر هستن. اسرائیل روزانه به 216 فلسطینی اجازه میدادن که از این مرز عبور و مرور کنن و به همین شکل مصر هم به نزدیک به 220 تا 236 فلسطینی اجازه میدادن که از این مرز عبور و مرور کنن و حتی مصر در سال 2011 نزدیک به 40 تونل حماس را در زیر زمین از بین بردن تا به دشت سینا که تل ابیب و یا نتانیاهو در موازی سیاسی خود خیلی جدی هستن، امریکا هیچ باکی را نمیبینن و هیچ مزاحمتی در مورد وحشت و جنایت و هولوکاستی فلسطینیا از سوی امریکا و اسرائیل دیده نمیشوند و این مسئله هستن که جهان اقتدار کشورهای اسلامی را و ملتهای مسلمان را در یک تنازع دائمی نگاه خواهیم کرد و در عربستان سعودی، کشورهای عربی، خلیج پارس یک مشکل درازمدتی مشروعیت و تنازع بین ملتها
ده موجود خو دا ورد و امریکای ها و کشور های کی گروه های نیابتی و افراطی را حمایت میکنن به اونها هم یک پیام خو دا دادن کی بتوانن از این ملت ها در یک اوضاع دیگر یارگیری کنه تا هدف خود را از این طریق باز در یک چیز دیگر برآورده کنن. ممنون آقای جابه پیگیر صاحب. حالا فکر میکنن که دامنه جنگ اگر بیشتر شود، شما گفتین حالا کشورهای دیگر هم نیست در این میان درگیر خواهد شد، و آیا پیامدهای خطرناک را که به دنبال داره چی خواهد بود؟ ببینید، ما هدف ما این نبود که کشورهای عربی داخل جنگ امرای اسرائیل میشن. نه، هدف ما این بود که بعد از فلسطین نوبت از اوناست. ولی کشورهای بزرگ جهان هستند که نمیخواهند اسرائیل و تمام سرزمین فلسطین دسترسی داشته باشد. کشورهای هست، موضوع فلسطین برای بسیاری کشورهای بزرگ مثل روسیه و چین اینها بسیار سرنوشت ساز است و اونا نمیخواهند. بسیاری از اونا دیدین گفتن موضوع فلسطین دیگه باید حل شود و باید حل شود. موضوع فلسطین 70 سال شد، حداقل معلوم شود. امروز نه، ببینید نگمی اساکر اسرائیل داخل غزه شوند، اخ بر همیش شکل میش مار کس نمی کشن. مثل که در طول 70 سال هم تو زمین ها را گرفتن، تخنیک می زدن، مردم عوام برای که ما فلانی ها را فلانی زبه می کشتیم، کل مردم می رفت دیگه پس نمی ماندیشم، خاکشان را می گره. خب امروز عین تکتیک می زنن، از غزه برایم که ما همراه حماس تصفیه حساب داریم. وقتی گرفت خاک ماست، بازو و در هوا چی خواد کردن؟ و ما باور دارم که بازو و در طرف تانکایش طرف مصر رتمی میره، تانکایش طرف عراق رتمی میره، به خاطر صدام دیگه وجود نداره. این رهبرای خود خوانده و رهبرای که کلش معلوم نیست که حتی مسلمان هستن یعنی اینای کشیشتن، اینا خوب بار پوستک خود میگیرن میرن در اون کشورهای امریکایی میرن زندگی میکنن، در کشورهای غربی و اونا به می عیاشی جور شدن. هر جایی که برن عیاشی خود میکنن. بنان اینجا اگر واقعا سازمان ملل وجود داره، اگر واقعا شورای امنیت وجود داره، اگر واقعا حقوق بشر وجود داره، اگر واقعا حقوق اطفال وجود داره، حقوق زن وجود داره، خب بیاید همین جوابگوی 10,000 فلسطینی بیگناه بیچاره که 4,000 طفل است باشه. شما شیلی دام کشور ببینید، رئیس جمهور فرانسه میره اسرائیل سفر میکنه، ما کرد هستیم از کشورهای ناتو، از آلمان، صدر اعظمش کلش ره، ولی یک عرب بی غیرت نرب داخل فلسطین نشد که ما مسلمان هستم قدید استاد میشم شنیم کلش. حالا مهر سکوت را که بر لب زدن تا چه زمان خاموش خواهد بود؟ آیا غزه در کل از بین خواهد رفت و حماس نابود خواهد شد؟ و ببینید، نه ممکن است، نه ممکن است که بگویم مبارزات مردم فلسطین ختم میشه، این ناممکن است. اما اونطوری که مردم افغانستان نشان داد شجاعت و غیرت خود، و ما باور دارم ما بالای مردم فلسطین هم اونا هم شجاعت و غیرت خود نشان میتن. ولی امو انم المؤمنین فاصله بین اخوایکم و کجاست؟ یا ایتا خزمو و ما بر ما میگفتن چرا قبول ندارم؟ همین مؤمن برادر مؤمن است، کجاست؟ یک مؤمن خون میخوره، دیگه مؤمن شراب. یک مؤمن عرشا و طفلای خود دفن میکنه، دیگه مؤمن اطفالش در اون کشورهایی که بمبارد میکنه در اونجا چکر میزنه. پس این آیه قرآن مجید چرا سر خود تطبیق نمی کل شربی رو میفهمن از ما که با ترجمه و با تفسیرش؟ از این معلوم میشه که نه، از قرآن و از احادیث از دین اینا برآمدن.
ما باور دارم که نه اصلا دیگه باور ندارم. شاید مور خنده بکنن افغانه را یا دیوانه شدن چشده. ولی مردم فلسطین منطور که طول 70 سالانه مقاومت کردن علیه تقریبا جهان. شما بیدیدین نه؟ امریکا میگه ما در این جنگ آمده به وزر، ولی کشتی های جنگیش چی میکنه اونجا؟ 5-6 هزار عسکرش داخل خاک اسرائیل چی میکنه؟ ممنون. سانگزای سیب تر چه وقت به غضب انباران سی یلتا به بیگونه خلق و وجل سی تر چه وقت؟ زبا محترم داسی اویم چی دی فیگر سیب پا سیاسی دی هاز بانده دا تشریف کولا زبا یا فی اسلامی دی هاز بانده چی منگ تا خوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد وکی څوک چې د ظالم طرفداري کوي دا ظلم به الله جل جلاله په ده باندې ورمسلط کوي. نن چې هر څوک د اسرائیلو طرفداري کوي الله جل جلاله به یې په هغوی باندې مسلط کوي، که یې مصر کوي، که یې لبنان کوي، که یې اردن کوي، که یې سعودي کوي، که هر اسلامي ملک او غیر اسلامي ملک کوي، دا ظالم به الله جل جلاله په دوی باندې ورمسلط کوي. او الله جل جلاله وایي ټول مؤمن او مسلمان قوم باندې الله جل جلاله غږ کوي چې ګورئ که چېرته تاسې د یهودیانو او د نصارانو تابعداره څه یم دوی له تاسې نه ناراضي کېږي. تاسې وجنګېږئ په خفیفه صلاح او په ثقیله صلاح او په مقابل د هغو کوپارو کې چې هغوی په تاسې باندې تجاوز کوي. ټولو مؤمنانو باندې دا اواز ده. ولې د عربي ممالکو مشرانو ځانونه غلي اچولي دي؟ ولې د مسلمانانو په څنګ کې نه درېږي په مقابل د اسرائیلو کې یو اواز نه پورته کوي؟ ولې خپل نمایندګان له امریکا او له اسرائیلو نه راغواړي او نه وایي چې موږ قطر رابطه یو نور له تا سره نه رابطه کوو او موږ نور درسره که نن د جنګ بند نه کړو موږ سره موږ له تا سره د جهاد اعلان کوو. منګه داسې وایو چې غزه خو یې تباه کړه ده، فلسطین یې تباه کړه. زه داسې انسان داسې چې انساني هغه ته حیران پاتې یم چې دومره واړه واړه یتیم بیچارهګان ماشومان په شهادت باندې رسېږي، هغه هم په زرګونو عدد، او ښځې په شهادت باندې رسېږي او د چا له سترګو نه اوښکې نه تویږي، هغه د شپې نه جګېږي، الله جل جلاله ته زارۍ نه کوي. او د کفارو د پاره د تباهۍ اواز نه پورته کوي په نیمه شپه کې. حیران زه داسې مسلمانانو ته پاتې یم. زه ټولو مسلمانانو ته وایم چې د موږ او د تاسې سلا چې ده هغه که هېڅ هم وسه نه کېږي، نو موږ او تاسې باید د فلسطین په حق کې دعا وکړو، د هغو مجاهدینو ته دعا وکړو، د هغوی یتیمانو او غریبانانو ته دعا وکړو. فلسطین خلق تباه سو، مسلمانان تباه سو، او مسلمانان چپه خوله په ټوله دنیا کې ناست دي. دا ډېره د افسوس خبره ده. ټول مسلمانان یې په خپل مابین کې په ملاقاتونو سره مصروف کړي دي. یهودیان ورته راځي، نصارا ورته راځي، او خبرې ورسره کوي په غیر مستقیم ډول باندې. او فلسطین یې هلته اور ته اچولی دی، دغه ځای مسلمانان دي موږ ورونه په اور کې سوځي. زه وایم که چیرې حماس امکانات لري ودې جنګېږي په مقابل د اسرائیلو کې، تر هغه دې وجنګېږي انشاءالله، انشاءالله چې د دوی قدمونه ثابت او برقراره کوي، او دوی به کامیابېږي په مقابل د اسرائیلو کې، او مجاهد انشاءالله همیش کامیاب ده په مقابل د کفارو کې. ولو که عدد ډېر کمی او د کفارو عدد ډېر زیات وي، مسلمانان کامیابېږي. دوی دې ثابت قدم اوسېږي، خپل جهاد ته دې ادامه ورکړه، الله جل جلاله به له دوی سره مرسته کوي. او زه یقین لرم چې د حماس په څنګ کې به انشاءالله ملایکې راکته شوي، او په مقابل د اسرائیلو کې به جهاد کوي، غزا به کوي، اسرائیل به له هغه جنه بیخي محو او نابود کېږي، او د دې جنه به یې ریشي وځي که د خدای رضا وي. تر څومره وخت به دغه وځنډل سي دغه جنګ او دغه جنایتونه اسرائیل کوي؟ اسرائیل ویلي وایي چې موږ به په 5 ورځو کې، په 3 ورځو کې ټول فلسطین او حماس له دې جنه پورته کړو. خو یوه میاشت یې تېره کړه ده، هېڅ یې مو نه سوای کولی. دوه قدمه هم اوس اسرائیل په حماس باندې وړاندې نه سي ورتلی. کله چې ورغلي دي تقریبا له نن نه 5 ورځې دوی ورداخل شول. چې داخل شو یو دم استشهادیان پیدایان پرې راووت. په یوه ورځ باندې 30 نفره دوی مردار کړو، ټانګونه یې وسو او دوی یې بېرته له هغه جنه راوایستل. زه داسې وایم که کلونه هم ونیسي، اسرائیل انشاءالله تعالی په فلسطین نه کامیابېدای سي، نه په حماس کامیابېدای سي. د حماس په څنګ کې الله جل جلاله ده، او الله جل جلاله به دوی ته نصرت ورکوي. موږ مسلمانانو ته لازم ده چې په هر شکل باندې د فلسطین مسلمانانو سره کومک وکړو.
که مجاهدین تلای سی لهر لاره نه باید پلسطین ته ځان ورسی که عربان غیرت لري باید دوی غیرت نه کوي د پلسطین خلکو سره نور عجم و مسلمانانو ته دا زمینه مسایده کاندې او پلسطین ته داخل کا په مقابل دی اسرائیل کې وجنګي قربان آقای جامعه فکر میکنین این جنایت هایی را که رژیم صهیونیستی اسرائیل حالا مرتکب شده توسط راه‌های دیپلماتیک این جنایت ها متوقف شود و آیا مسئله فلسطین پیگیری خواهد شد و فلسطین به عنوان یک کشور مستقل و همچنان یک کشور قدرتمند شناخته خواهد شد یا نه؟ یک بحث مهم است. تقریبا اماس هم در سال 2017 در منشور شانی ایر اضافه کرد پیش از او در منشور اماسی بودن که تنها باید به اسرائیل نکشوه و کشور مطلقا فلسطینی که حقی پر نست باید ایمار شد ولی به اساس تغییراتی که در جغرافیا بر اساس قدرت و نفوذ جهانی و اتوریته صهیونیست ها آمده اماس در سال 2017 گفتن که دو کشور جدایی فلسطین و اسرائیل تم میدهن اگرچه از این قضیه کشورهای بزرگ میچون ایالات متحده آمریکا اروپا اتحادیه اروپا و کشورهای خیلی زیادی مات میکنند ولی در واقعیت عمل یا عمل به دایا و اجنده هیچ چیزی نکردند آمریکا عملی از خاک فلسطین 4% خاک در کرانه بختاریه مانده و 1% از کلی 100% خاک غزه اسرائیل به اسم غزه است یعنی غزه 1% خاکی اسرائیل یا فلسطینی کلی شمالی هستند. دیگه از نگاه سیاسی ما به باور هستم که ملتی یا ملتی نی بلکه جغرافیایی به نام فلسطین نمانده. ملتی به نام فلسطین است که از 40 تا 60 میلیون فلسطینی هستند که 10 میلیونش در اردن، 5 میلیونش در کرانه بختاریه و غزه و تقریبا 3 میلیونش در کشورهای اروپایی مهاجر هستند. ولی بحثی هستم این یک اراده بزرگ میخواید، یک مصلحت بزرگ میخواید اراده کشورهای غربی و قدرتمند سیاسی که در نظم جهانی حکیمیت دارن و مسائل را حل و فصل میکنن خصوصا متفقینی که نظم جهانی را در سال در جنگ اول جهانی از بین بردن با ختم خلافت عثمانی و بعد از جنگ دوم جهانی نظم متفقین غربی بر جهان بشریت قابل شدن این نظم نظمی منافی غربی هستن و ما به باور نیستم که امریکای ها و اتحادیه اروپا به صورت قاطی بخواهد که این مسئله را حل کنم شما اگر فلسطین را مطالعه میکنید باید از اعلامیه بالفور وزیر خارجه انگلیس مطالعه کنید که در کتاب سفید در سال 1920 همه مفادات از او تشریح شده و این نه تنها فلسطین را برمیگینه بلکه از نیل خاپرا اما یهودیان که انتقادی دارن که این زمین ها به اونها داده شده ای را خواستار از هستم ما امروز واکنش رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا آقای بورل هم در مورد دیدم که گفتن که جهان از نگاه اخلاقی در مسئله فلسطین شرم یک مرتکب یک شرم جهانی شدن ولی این اصلاحات هستن این مفاهیم هستن در عمل چیزی نمی کنند. در عمل اونها از اسرائیل دفاع می کنند. در عمل اسرائیل پنجمین اردوی قدرتمند جهان هستند. در عمل بعد سیومین قدرت بزرگی تکنولوژیکی اسرائیل هستند. نیمی جهان اسلام، نیمی خورمای اسرائیل در جهان اسلام مصرف می رسند. یعنی نیمی کل خورمای جهان را اسرائیل تولید می کنند. از نگاه صنعتی، تکنولوژی، اقتصاد، سیاست تقریبا کشور اسرائیل در همه جهان اسلام و خصوصا خاورمیانه یک ریچ رقیبی نداره و این مسائل هستن که واقعیت سیاست هستن و 74 سال که از 75 سال که از رژیم صهیونیستی در سال 1948 29 دسامبر به وجود آمدن میگذره ولی جهان اسلام یک قدم در این راستا نگذاشتن جنگ 1966 و 1973 تنها شرمی بودن که جهان اسلام و جهان عرب مرتکب شدن و جهان عربی مسئله را نشنالیستی کرده یعنی این را عربی خوانده یک بحث دیگه در جهان اسلام هستن ولی ما در کل با این باور هستم از نگاه اعتقادی یک بحثی هستم که جنگی باطل و حق همیش دواندار خواهد بود جنگی اماس و فلسطینی ها جنگی حق هستن جنگی اسرائیل جنگی باطل هستن
جنگ حماس جنگ نور ازادی هستن، جنگ اسرائیل جنگ شیطان و و و و, و محکومیت هستن. ولی از نگاه سیاسی هم بحثا قابل استدلال هستن که جهان اسلام در قضیه فلسطین یک مقیم واحد ندارن، با جزایر قدرت و منافی تقسیم شدن. اصلا جهان اسلامی وجود ندارن، امت اسلامی وجود دارن ولی جهان اسلامی وجود ندارن. کشورهای عربی تقریبا سیاستهایی را اعمال میکنن یا دنبال میکنن که منافی رژیم های استبدادی و حکام مستبد و دیکتاتور دو هستن و در مسائل مذهبی و اتنیکی داخل هستن. این بحثا سبب شده که غرب با همه سطوح و در همه مواقف های جهان اسلام معاملات و سازش های را بکنن که مسئله فلسطین از بین بره. شما وقتی که سفارت امریکا به اقصا رفتن، یک بخش بزرگی مسئله فلسطین حل شدن. وقتی که سعودی عربستان در معاملات شرم آقا جان ابراهیم داخل شدن و امارات متحده عربی این را گذرفتن، این به معنی است که حکام عرب نمیخواهند دیگه به نام فلسطین به یک مسئله خود مصروف کنند. تشکر. این مسائل واقعیت جهان اسلام هستند که خداوند در وضعیت ما شما تغییر بیاره بر اساس صورت ایران ای از ده که مسلمان ها تا وقت حالت خود را تغییر نده، حالت دیگران را خود تغییر داده نمیتونه. برمیگردیم جامعه صاحب در جنبندی. نمیتونه. تشکر، بسیار زیاد تشکر جامعه صاحب. استانگزای صاحب ده حل لارت صدات سباید وسی. یه حل لارم داده چې په مقابل د اسرائیل کې باید جهاد وسی او ټول فلسطینیان په اتفاق په مقابل د اسرائیل کې جنگ وکاندي، نه چې تنها حماس ورته پریښی ده. او ان شاء الله تعالی چې فلسطینیان هم هوښیار خلک دي، حتما به له حماس سره په رابطه کې او له هغوی سره به همکاري کوي. او د ټولو مسلمانانو دپاره دا لازم ده چې موږ د فلسطین مسلمانانو ته دعا وکړو، له هر امکاناتو نه مسلمانان چې کار اخیستی سي هغه له فلسطین له مسلمانانو سره خصوصا د حماس سره دریغ نه کاندي. لکه څنګه چې امریکا راځي او د اسرائیلو په څنګ کې درېږي او بیړۍ ورته رالیږي او تیارې ورته رالیږي، مسلمانان هم باید د فلسطین د مسلمانانو سره او د حماس سره همداسې همکاري وکړه، مجاهدین ورولیږي او هلته نظامي کومکونه ورسره وکاندي او فشار په اسرائیلو باندې راوړي تر څو دا جنګ بند سي. او دا که تر هغه پورې چې اسرائیل ضربه ونه ویني دا جنګ نه بندي. او دا ډیره د افسوس خبره ده چې د 200 اسرائیلو په مقابل کې چې هغه ژوندي نیولي دي، وزلې هم نه دي، ورسره دي او دوی په زرګونو یتیم ماشومان او ښځې او ځوانان په شهادت باندې رسي او د هغه ځای کورونه ټول ورانوي. یو انسان کوشي اسلام کوشي شروع کړې ده. نو په دې لحاظ باندې موږ مسلمانانو ته لازم ده چې په هر شکل باندې د حماس مجاهدینو سره او د فلسطین مسلمانانو سره همدردي وکړو، همکاري ورسره وکړو، نظامي ملکي چې په هر شکل د مسلمانانو وسه کېږي له هغوی سره د هېڅ کومک درېغ ونه کاندي. دا د موږ هدف او ارزو ده د اسلامي هېوادو دپاره. بله، فکر کوئ چې همدغه به بسنده وي؟ نه، دا موږ ته الله جل جلاله وایي چې نصارا او یهود د تاسې دښمنان دي تر هغه پورې چې تاسې د هغوی په ملت هم سئ هغوی له تاسې نه ناراضي کېږي. زه وایم چې او مصره او ایرانه او اردونه او اسلامي ملکو او محمد بن سلمانه چې ته د یهودیانو او د نصاراو د لاس اله سې او ووایه چې زه یهودی او نصرانه هم یم هغه له تا نه ناراضي کېږي، نو تورې ته لاس کړه په مقابل د اسرائیلو کې وجنګېږه او اسرائیل له دغې منطقې نه وباسه، لکه څنګه چې په ظلم باندې راغلي دي او د فلسطین خاوره لاندې کړې ده په دغه شکل باندې، لکه خیبر نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایستل، صحابه وایستل، په دغه شکل باندې اسرائیل د فلسطین له خاورې نه وباسي. دا په ټولو مسلمانانو لازم ده، په پرز ده چې دا کار وکاندي. او که چېرې چوپه خوله کینی الله جل جلاله به دا کفار په دوی باندې را مسلط کوي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې من اعان سلطه الله علیه، څوک چې له ظالم سره همکاري کوي او د هغه په مقابل کې پټه خوله پاتې کیږي، دا ظالم به په ده باندې مسلط کیږي، بیا به دوی سره هغه عمل کوي لکه څنګه چې له حماس سره کوي. آقای جامع، رای حل این تنش ها را شما چی تحلیل میکنین؟ اول خوی مثلا هم قبل وضاحت هستم که جنگ فیلی اسرائیل یک مثل چی تمام عیاری
مردم فلسطين وجنگ تقريبا ايديولوجيك هستم كي خصوصا تبعات بهاي منطقي وجهاني كي در قبال حمايت از رژيم صهيونيستي اسرائيل اسرائيل شدن بس هستم كي ملت هاي مسلمان باید با يك راه حل برسن و يك تغيرات بزرگ با جواب جهان اسلام بيان بحث دوم نی هستم كي حکومت هاي تاثیرگذار جهان اسلام باید مسئله فلسطین در این مورد باید بهش مهم باشند و در این مورد باید کرایه‌های سیاسی، اقتصادی و وحدت جهان اسلام باید بحث سومی هستم که کشورهای اسلامی عمدتا بعضی از کشورهای تاثیرگذار باید امریکا، اروپا و کشورهایی که منافع نزدیک و حمایت‌های گسترده ای از رژیم صهیونیستی می‌کنن اونها را باید به این قناعت بتن و این بشار را وارد کنن که با یک بحثی که دو ملت فلسطین و اسرائیل هستن با این باید واداشن که کشور فلسطین را رسمیت بشناسن و بحث سومی هستن که اگر چیزا دوام پیدا کنه مسئله با نام فلسطین وجود نخواهد داشتن ما با یک احساسات پاک و خیلی ناب جهان اسلام و امت اسلام هستن به شمول هر فرد ما ولی یک سازش های سیاست هستن امنال نزدیک به 5% خاوری به نام فلسطین ماندن 95% خاک فلسطین اشغال شدن برخلاف اعلامیه 1948 1947 سازمان ملل که 44% خاک بر فلسطین تاسیس میشد او خاک را کلشان اسرائیل غصب کردن 216 اعلامیه را از سال 1948 تا 2016 سازمان ملل داده یک اعلامیه را هیچ کشور از او حمایت نکردن و هیچ جنایت و غصب و اشغال رژیم صهیونیستی را محکوم نکردن دیگه ما به این باور هستم که مسئله فلسطین به یک جمعه بزرگ و به یک راه حل بزرگ در جهان اسلام تشکر دارد اگر این چیزی به نام فلسطین وجود نداره و نخواهم داشت این واقعیت هستن یعنی این واقعیت تلخ هستن که وجود داره و از این چیزی پوشی نمیشن اگر شما میخواید این حقیقت را تغییر بدین باید دست به کار شوید ملت های مسلمان همیش رسالت خود ادا میکنن و در این مورد ممنون آقای جامعه تشکر رژیم های مستبد معاملگر و سازشکار چیزهایی را کردن که چیزی به نام فلسطین نمانده. سپاسگزار هستم از مهمانان که در این بحث با ما بودن و از شما بینده ها تا این دم دنبال کردین. وقت بخیر، خدا نگهدار.